سلام دوستان، شروع میکنیم جلسه اول اینونتور رو، بخش سکچ. برای ایجاد یک سکچ توی نرم افزار اینونتور ما اینجا به گزینه نیو کلیک میکنیم. بعد اینکه به گزینه نیو کلیک میکنیم، اینجا به ما تمپلیت های اینونتور رو نمایش میده و ما در لحظه فقط به بخش پارت ها کار داریم. خود پارت از دو بخش تشکیل شده، شیت متال و استاندارد. شما هر کم از اینه که انتخاب بکنید، بعدا میتونید برمیگه تبدیلشون بکنید و در لحظه برای ما اهمیت نداره کدوم انتخاب میکنید. برای دکمه کریت کلیک میکنم. برای ما یک پارت ایجاد کردیم به اسم پارت وان که میتونیم اسم در اون تغییر بدیم. هم الان اینجا درخت طراحی ما هستش که به مرور توی کورس با تک تک قابلیتاش و عیسش آشنا میشیم با هم دیگه. هم دیگه میبینید الان وارد بخش زبانه تریدی مدل شده و ما برای ایجاد یک سکیت اینجا روی این گزینه کلیک میکنیم. قبل این همینطور که میبینید وقتی ما روی گزینه فرمان کنیم و هر کنیم که برای مدتی نگه داریم محسنان رو به اون یک توضیح مختصر از کاری که اون آپشن گزینه انجام میده به اون پیشنمایش نشون میده. خب ما روی سکیچ کلیک میکنیم. برای رسم یک سکیچ دو بعدی شما نیاز دارید که یک صفحه انتخاب کنید. حالا این صفحه میتونه از اوریژینای خود مدلتون باشه، پارتتون باشه، یا صفحه که شما خودتون رسم کردید و ایجاد کردید. خب با صفحه ایجاد کردن صفحه بعدون آشنا میشیم. در حال حاضر ما با پیش‌فرض‌های خود پارتمون یک سکچ رسم میکنیم. به صورت دلخواه صفحه انتخاب میکنیم که من وایزر رو انتخاب میکنم. خب همونطور که می‌بینید وارد محیط دو بعدی شدیم و اینجا توی پارتمون یک سکچ ایجاد شد و وقتی که ما وارد سکچ میشیم بقیه بخش ها می‌بینید که خاکستری کنده میشه و نشون میده که این سکچ الان فعال است و در این محیط داریم رو کار میکنیم. امروز میخوایم به بخش کریت اینجا کار کنیم و چیزهایی که اینجا هست رو با هم می‌بینید بررسی کنیم. گزینه اولمون تو کریت اینجا لاین هست که خودش دوباره چند تا زیرمجموعه داره و منحنی ها هم جزو لاین رو بسار. ما لاین شروع میکنیم، روش کلیک میکنیم. نرم افزار برای کشیدن لاین از ما دو نقطه میخواد، نقطه ابتدایی و نقطه انتهایی. همونطور که میبینید ادامه به کشیدن لاین و همینطور شما میتونید بکشید تا وقتی که یا دکمه اسکیپ رو بزنید یا کلیک راست و اوکی. جور دیگه که میتونید خط رو رسم کنیم اینه که شما بعد از کلیک کردن روی خط و انتخاب نقطه ابتدایی طول خط رو همون لحظه تایپ میکنید، به طور مثال 30 میلیمتر. تپ میزنید زاویه که قراره با محور وای داشته باشه رو تعیین میکنید، به طور مثال 90 درجه میزنید که کاملا موضوع رو برای زد باشه. تپ رو دوره میزنید به شما پیشنمایش میده و بعد اینتر. وضعیتی که این داره و دور برای اتمام این فانکشن کلیک راست و اوکی. وضعیتی که تایپ کردن اندازه در همون ابتدای رسم رسم خط داره و هر شکل اندستی دیگه اینی که بعدا نیازی نیست، به شما دایمشن کلیک کنید و به اون شکل اندستیتون اندازه بدید و مستقیما موقع رسمش اندازه بدید. گزینه بعدی توی لاین ها یکی از این منحنی ها رو به طور مثال همین اولی رو ما رسم میکنید، باقیش رو میتونید خودتون رسم کنید و ببینید که چه فرق با هم دیگه میکنن. همینطور که میبینید من نقطه متفاوتی انتخاب میکنم و وقتی که منحنی بشه دیگه میخوام به دلخواه من رسید توی این تیک سبز اوکی کلیک میکنم و منحنی رسم میشه. شما میتونید با کشیدن و جابجایی نقاط شکل انحنای خطتون رو تغییر بدید و همینطور
با کلیک راست توی محیط اسکچ و تو هر محیط دیگه ابزاری که بیشتر از هم مورد استفاده قرار میگیرن در اسکچ شما قرار میگیرن. به طور مثال ما الان از گزینه دایمنشن استفاده میکنیم برای دایمنشن دادن به این خط منحنی. خب گزینه بعدی توی create اینجا دایره اون هستن که خودش دو قابلیت برای اصلا دایره ما میده. قابلیت اولی که center point رو از ما میخواد، با کلیک اولی شما مرکز دایره و کلیک دومی قطر دایره رو مشخص میکنید، که بازم گفتم همونطور که گفتم میتونید بعدا بیاید اینجا dimension و اندازه دایرتون رو مشخص بکنید، یا به هنگام کشیدن دایره همون ابتدا قطرش رو تعیین بکنید. و برای دیاکتیف کردن دایره یا فانکشن اسکیپ رو میزنید و دیاکتیف میشه. گزینه بعدی دایره اینی که شما یک دایره ای رسم میکنید با تانژنت کردن به سه خط، خط اول، خط دوم و خط سوم. این دیگه میبینید یه دایره با تانژنت این سه خط برای ما رسم کرد. و گزینه سوم از دایره ها که بیزیری برای شما رسم میکنه، خط اول مرکز بیزی و بعد اندازه های بعدی. و برای اندازه زدن بیزیمون کلیک میکنیم روی بیزی، به سمت پایین بکشید این اندازه را از شما میخواد و به سمت راست این اندازه. گزینه بعدیمون آرکا هستن که دوباره به سه نومه تو این آرکا رو ترسیم کنید. مدل اول مدل سه نقطه، شما میتونید نقطه اول شعای آرکتون و دوباره شعای دوم، دقیق نمیدونم چطور باید اونو اسم گذاری کنم، ولی خب کانن حس متوجه میشید که چطور میتونید این آرک رو رسم بکنید. همطور که میبینید نقطه مرکزی دایره با این دوتا توی یک خط قرار نداره. گزینه دوم آرک ها، شما این رو با یک تانژانت از یک خط شروع میکنید. حتما باید عمل اول یک خط رو انتخاب کنید و بعد نقطه دومتون رو. و گزینه سوم، شما نقطه مرکزی یک دایره رو در مرحله اول انتخاب میکنید و بعد شعاع اون دایره و در انتها زاویه‌ای که میخواید باهاش اون آرک رو بسازید. گزینه بعدیمون چهار زلی ها، سلات ها، سلات های خمیده و چند زلی ها هستن. اولین گزینه اون چهار زلی هستش که شما میتونید با انتخاب تو نقطه گوشه چارزلی اون رو بکشید و مثل شکل قبلی بعد از که شما نقطه اولی رو تعیین میکنید میتونید طول زل عمودی رو وارد کنید، تب بزنید و زل افقی و اینتر. گزینه بعدیمون چهار زلی هستش که زل های قائم و افقی نداره و میتونید شما چهار زلی رو با هر زاویه که خواستید رسم بکنید. و گزینه بعدی نقطه مرکزی چهار زلی رو شما میخواد و طول دو زل، مثلا سی تب چل و اینتر. و بعد از اون شما طول چهار زلی رو تعیین میکنید و بعد عرض چهار زلی رو. تقریبا شبیه اینه، به شما دو قطر چهار زلی رو میده که میتونید استفاده بکنید، ولی یک طور دیگه این رو براتون رسم میکنه. و این هم میتونید مثل این چارزلی بالایی به صورت زاویه دار رسم کنید، این هم تفاوت دیگرش با این بالایی هست.
و بعد گزینه بعدی اینجا ما اسلات ها رو داریم که در ابتدا شما طول اسلاتتون رو مشخص میکنی و بعد قطر اسلاتتون رو به طور سی. اینو هم همونطور اسلات ها رو میکشم. من این دوتا رو رد میکنم، اسلات خمیده رو اینجا میکشیم. ابتدا یک خط رسم میکنی با طول دلخواه و بعد قطر انحنای اشوای انحنای اسلاتمون و در انتها قطر اسلات و گزینه آخر چنزلی ها. شما با کلیک در ابتدا میتونی اینجا مشخص کنی که چنزلی میخواد دست کنی، به تو مثال 8 سل و بعد از باید کردن 8 سل برای شما اینجا یک 8 سلی رسم میکنی که تمام اعضای این تایسلی با هم دیگه مرتبط هستن و شما با تغییر یکی از این اعضا باقی هم تغییر میدید. خب میبینید وقتی من کلیک میکنم روی این خط به سمت ما میکشم، از نقطه این فاصله این نقطه تا این نقطه رو برای ما تعیین میکنه و سمت چپ میکشم این نقطه تا این نقطه. حالا اگه بخوام طول خود خط رو تعیین بکنیم و اندازه بزنیم کلیک راس لاین و در این صورت میتونید اندازه خود اون خط رو اون زل رو مشخص کنید. گزینه بعدی مون تو کرییت اینجا فیلت و چنفر هستش. با کلیک روی گزینه فیلت شما میتونید در ابتدا باید اندازه فیلتتون رو مشخص کنید، مثلا 5، و بعد دو زل رو که با هم دیگه ارتباط دارن رو انتخاب کنی برای زدن برای ایجاد فیلت و تمام. شما میتونید اندازه این فیلت رو بعدا تغییر بدید به اندازه بخواه با دابل کلیک و به طور مثال 10. گزینه بعد چنفر رو داریم که شما به سه حالت میتونید چنفر رو ایجاد بکنید. حالت اول من دوباره 5 میکنم برای دیدن بهتر، خط اول رو انتخاب میکنی و خط دوم یک اندازه از دو خط کم میکنم. تو میبینید اینجا با FX نشون داده، یعنی این خط ارتباط این اندازه ارتباط داره با این اندازه. اگر شما این اندازه رو تغییر بدید اندازه پایینی هم تغییر میکنه. این اندازه تابعی است از اندازه بالایی. گزینه دوم چنفرمون از شما دو اندازه متفاوت میخواد، برای خط اول و خط دوم من میزنم با این 5 و 2 بمونه. خط اول و خط دوم، یعنی خط اول 5 و خط دوم 2. و مسئله بعدی اینه که این خط این اندازه دیگه تابعی از این اندازه نیست. و گزینه سوم که از شما به اندازه خط اول و زاویه که خط دوم با خط اول میتونه داشته باشه رو زل اول و زل دوم میتونه داشته باشه میتونید تعیین کنید. سل اول و سل دوم، یعنی سل اول 5 میلیمتر ازش کم کرده و سل دوم رو با زاویه 30 درجه از سل اول. گزینه بعدی اونجا تکست هست که کاربرد بسیار کمی داره. من به شخص خودم تا از این تکست استفاده نکردم، ولی خب تو اونجا الان ما هم دیگه یک تکست ایجاد کنیم و ببینیم که چطور کار انجام میده. اینجا میتونید استانداردش رو مشخص کنید که ایزو باشه یا دین و اندازه سایزتون اگه بخواید تغییر حتما باید سلکتش کنی و بعد اندازش رو تغییری در اصلا تغییر نمی کنه و آپشن های دیگه که میتونید با به صورت عملی با اونشون کار کنید به دقیقه کنشون شکار میکنید و اوکی. میبینید اینجا یک تکس برای ما اینجا که من رو میکشم و در نهایت پوینت که بسیار کاربردی است، ولی خب چیزی خاصی نداره. شما پوینت انتخاب میکنید و هر یکی پوینت خواستید تو مثال روی اینجا کلیک میکنید و پوینت رو شما رسم میکنید. خب این بود از بخش اول اسکچ ما. در جلسه بعدی باقی موارد رو با هم دیگه چک میکنیم و میبینیم که چه کارهایی انجام میدن تا اسکچ رو پایان برسونیم. نمون که با هم بدید.